نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی نیمه شب فهیم از اثر مریضی گریه می کرد و می نالید. شاپیره را مریضی پسرش پریشان ساخته بود. نمی دانست که چی کند. کریم بالای وی عصبانی شد که چرا او را به خواب نمی گذارد و در این وقت شب با فهیم صحبت می کند. حال از عاقله می شنویم که چه چیزی را پیدا کرده و به شاپیره چه می گوید. چیه خوشبوی خوب از آشپزخانه میایه؟ حتما کدام چیز مزه‌دار پخته کردی؟ لوبیا پخته کردیم عاقله. مچم که خوشت میایه یا نی؟ آه چرا خوشم نمیایه؟ به دل ما باشه میگم هر چاش پخته کنی. راستی بیبی من در اینجا ندیدی؟ نی عاقله. از غایت که در آشپزخانه آمدیم ایت ندیدیمش. خوخه ما گفتم اینجاست. اول دویدم اینجا آمدم. ناق آمدی آقلا. خاله را بیاگم نی دیگ میکنه و نی کاسه که در آشپزخانه پیداش کنی. مرام خوقه خوش نداره که دیدنم بیایه. راست میگی. ما میچوش در سرم نیست. آدم در جایی که کار نداشته باشه چی کنه که بیایه؟ خیر است. جوانا اوش پرک میباشن. یگان وقت فکرهای سرچپه میکنن. راستی خاله ما چی کار داشتی؟ کلیاش در روی خانه مانده بود. گفتم برش بدم که با سرگردان نشه و نپاله. کو بر من نشان بده؟ ما ببینم کدام کلیاش مانده. نه اینی کلیاس از اونو بکس که دهش چیزای مهمه میمانه. او تو کس بر ما بده؟ یک رد تا خالی ما پیدا کنی خدا ناکده از پیشت گم نشه. نه گم نمیشه. بیبی ما پیدا میکنم. پیشتر گفت خانه همسایه میره. کلیا را تسلیمش کنم که سرم قار نشه. بدل ما میکنی خانه همسایه نرو. نخ زیر دو مفتی که چرا آمدی. کلیا را بر ما بده. باز ما میتومش. نه گمشکو. بانک پیش خودم باشه. ما از قار بیبی بسیار میترسم. خو که میترسی نتی بانش دمو جیب خود. سرما خو بی از دی خانه کس اعتبار نداره. وی قار شدی خاله شاپیره. چطو کنم خودت خوب بیبی من مشناسی. سناق کب قار میشه. ای قطرسو نباش آقله. بته کلیاره من جوابش میتم. ایت نمیگم که آقله یافته بود. میگم خودم یافته بودم. اما تو میگی خاطرم جمع باشه؟ من میگم هیچ رای نزن. تو را دگیر نمیتم. بیخی دلت که واری پر باشه. خیلی تو کس؟ ای نه بگی در جیبت بانشان و ارغاد که بیبی محمد برش بته. نرگس مای دیر وایف شما کجاست؟ نرگس در خانه هستم گل خان. تو هم همینجا بیا. آه سلام علیکم. و علیکم بسلام. مانده نباشی گل خان. چیز کار داشتی که از دان و کوچه مرا صدا کردی؟ یاس من تو را یک کار ضرور داشت به خاطر که به شما پیسه داد. پیسه میتی؟ از بودی چی گل خان؟ اول تو پیسه را گرفت باز ما برات گفت که از بودی چی است. خو ما خو پیسه را میگیرم. مگم باید برم بگویی که به خاطری چیست؟ یه مو پیسه بود که برای سمیولا قرض داد تا خود از غم دکاندار خلاص کرد. وی راست میگی؟ چرا سمیولا قدر دادن قرض خود وارخطایی کرد؟ میمون باز به قراری میداد. مام به سمیولا گفت که در دادن قرض جلا نکرد. مگم او قبول نکرد و از خودت بسیار تشکر کرد که در وقت بعد به دردش خورد. یاس حاجت تشکر کردن نیست. سمیولا از امی خانه است. کدام بیگانه نیست که او دستش بند باشه و ما پیسه را ناقد صندوق نگاه کنم. نرگس من از این اخلاق و دلسوزی شما بسیار خوشم آمد. مام از شما تشکر کرد. یس زنده باشی گل خان. اگر راست پرسان کنی بسیار خوش شدم که سمیولا از جنجال خلاص شد. حالی اگر کاکای ما مزد خود تیر شوه و فارم بسته نکنه
بسیار خوب میشه. یاس، تو راست گفت. در فارم سمیولا مصروف بود، هم جیب خرچ خود کشید و هم از ایلاگشتی دور بود. گپ دلم گفتی، اگه فارم بسته شوه سمیولای بیچاره بیکار و بیروزگار میمانه. تو زیاد تشویش نکرد، من گمان نکرد که پاپا فارم مرغداری سمیولا را بسته کرد. از روی چی گپ میزنی گل خان؟ نه که کاکایم برات دهی باره چیز گفته چطور؟ کاکایت برام چیز نگفت، مگم ما گمان کرد که وقت سمیولا مریضی مرغای خود تداوی کرد، از فروش مرغا هم قرض تو را داد و هم یک چیزی پیسه با پاپا داد که مفاد فارم ببینه و دیگه پشت بسته کردنش نگرده. اگه این حدس درست باشه، خب بسیار گپ خوب است. سمیولان بسیار خوش خواد شد. بس فهمیدی که است، ابو گوشت از خیرید کده ای تو توتا توتا کو که برای شوروا تیار جور باشه. پیاجت دیگه کار زدن نمانده است. ملک سای بادم خواه، مانده نباشی. بخیالیم گوشت میخری؟ صدقه گوشت شروعی چربت شوا. زنده باشی نازه. ناظرت آمده یک کیلو گوشت گوسان کتی نیم کیلو دنبه بخره و شروع گل پخته کنه. تا او غایتا خو از مفلسی تین تلق میزدی و از دان قصابی چشمای تا پت گرفت تطیر میشودی. ای پیسر از کجا پیدا کردی؟ او صدقه پیدا و پنای چوا لود باریده سره. ای نمطوری که میگی، ای توی گنج پیدا کدی ملک سه که اولاد و نواسه و کواسه و های نفت پشت ما از غریبی و ناداری خلاص کننی. یارا ناظر، تو خوان دیوال قدیمی و دایمی مستی. بیگی از خیرت کده، اگه یکان گنج دگران بلد هستی برام بگو، ثواب میکنی. یو صدقه ثواب دنیا و آخرت چو ملک سه. برو پشت از این گپا نگرد، سر مردا پوشیده. پیدا کردن گنج که اق آسان میبود چی غم بود دیگه. پس فهمیدی که هستن دیوالی را زیر پای کردی ناظر؟ چرا نیتت بده است؟ اگه میفهمی بگو، خیره جیبی تو خو نمیره. برو برو بلکسه، صدقه جیبت شو. گوشت زودتر خانه ببر که نرم شوه. چرا که گوشت گو دیر جوش هستنی. باز کدام روز دیگه که دیدمت کسی گنج برات میکنم. کریم بیادر، گپ از ایده که گوگر داری یا نه؟ که یک درجنک بگیرم و برم سون قریه. تو چی میگی لال باز؟ در این دکان کلان چه تو گوگرد پیدا نمیشه؟ غیر از او دیگه سودای تا بگو، کلشه برد به تو. چی بگویم کریم بیادر؟ ما به خانه سودای زیاد کار دارم، مگه مال نمیگیرم، همی گوگرد بسم است. وه، هیچی رقمش از دیگه؟ سودا کار داری، تا بازار ولسوالی هم آمدی، دست خالی پس میری؟ و یک دم سودای تا بگی باز برو. های گفته یگان تا همی جیب که خالی بود زندگی چندان مزه نداره. من این قایتا بیخی مفلس هستم، اگه نه چطور دست خالی میرفتم. راست میگی بیاده گمش کن، براستی که به پیسگی سخت است. مال تو چرا آکشیدی؟ اینه شکر در دکانت هستی، خواه مخواد دخلت پیسه هست. موار خونی هستی که جگر خونی میکنی. بارو پشت گب نگرد لال باز، دکانه چی کنم؟ امیال فیمک بچیم ناجور است، بیخی جگر ما خون ساخته. ببرش بیش دکتر، چرا ماتل هستی؟ خدا ناکده از بد بدتر میشه، امیال سر وقت است. هی گمش کن، اگه بگوین که ما از تو بدتر مفلس هستم نخواد که باورت بیاید. امیال توان خریدن یک دانه گلی را ندارم. تو چی میگه او بیادر؟ آن که ما از مفلسی شکایت کنم، تو شکر دکان داری، دستت میچله. از ما مردم یک توت زمین است، وام از خشکسالی به حاصل مانده. من خود گفتم که باورت نمیاد، در این غایتا در دکانداری مزه نمانده.
کار و بار نیست. مردم پیشوار توان خریدن ندارن. اینه توار میاین یکان گوگرد و پلته گیس میخرن و میرن. والا بیادر مردم ها مجبور هستن. واده که کار و بار و درآمد نباشه از آسمان خو پیسه نمفته که ما دامن خود بگیره. اینه اینال دست لگپ رسیدی. دکان ما مو کش و فش سابق خود نداره. از پگاه تا بگاه میشنم خال خال نفراغ به سودا گرفتن بیاید. به سختی کرای مالک شب پیدا میکنی. او نبیبی قفاچه های دکان بیخی خالی شده. راست میگی. من فکر میکردم که تنها مفلسی سر ما آمده. مگم مال فامیلم که وضعیت کلگی خراب است و دنان شب و روز درمانده. مگم تو باید تلاش کنی با قرض و وامم که شده غم بچگه که تا بخوری که پسان پشیمانی فایده نداره. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی گلخان به نرگس پولی را پس داد که به سمیولا قرض داده بود. نرگس با دریافت پول خوش شد ولی ابراز پریشانی نمود که هرگاه فتح خان فارم مرغداری سمیولا را بسته کند سمیولا به مشکلات زیاد مواجه می شود. اکنون از سمیولا مشنویم که از زبان فتح خان چه مشنود و چرا خوشحال است. سمیولا؟ خیرت هست او غافل؟ چرا دوجره تناششتی؟ تو را میگم او بچه؟ چرا جواب نمیتی؟ وی آقا دوستی، السلام علیکم. و علیکم سلام او غافل. حال دیگه بینی تو هم عبر پف میکنه. هرچی که سر صدا میکنم بازانی جواب نمیتی. او ده گپ نیست آقا. جوشم سون آمدن خودت نشد. خیرت باشه. چرا دست زیر لاشه ششتی و فیلمار غواری چرت میزنی؟ بگو باز چی گپ شده؟ هیچ گپ نشده آقا. از بیکاری و بیروزگاری اینجا ششتیم. در بیرون چی کنم که الهی لا بگردم؟ حالا چرا در فارم نمیری او غافل؟ در فارم مرغا چی کنم آقا؟ بیشنم سیل فارم خالی را کنم. بیا از او تو مرا نمانده که یک چند دانه مرغ بخرم و در فارم پردم که ساعتم تیر باشه کتیش. راست میگی. من گناه خود قبول دارم. براستی که من غافل دم کارو بارتا گرفتم. مگم بعد از یه تو بیکار و بیروزگار نمیمانمت. سر از امروز پس هم مسابقه تواره در کار و بار مقدارید شروع کو بخش. راست میگی آقا. یعنی که من آزار میتی. من کدام وقت را آزار دادیم او غافل؟ از راستی میگمت. آقا یک چیز از پیشت پرسان کنم کار خو نمیشی؟ من میگم صد پرسان خو که او غافل. چرا کار شوم؟ تا چند روز پیش خوی گپ نمیزدی آقا. گفتی که دیگه کار مقداری را نکو. مگم چی شد که یک کرتی نیتت گشت و حال اجازه میتی که باز مقداری کنم؟ خوب پشت ایقه پرس و پال دیگه نگرد و غافل. برو در کارت برس. اصل گپه که نزنی از ما تو نمیشه آقا. بگو که چی چیز نیتت گشتان؟ حتمنی بوبویم پیشت عذر و زاری کده چطور؟ اگر راست بگویم امی که مرغا را فروختی و فایده کت نیتم گشت. آل بخشت اجازه میتم که با کار مرغداریت شروع کنی بخیر. من خب پیسه ندارم آقا. چی گفته کار فارم شروع کنم؟ چرت پیسه را نزن او غافل. من بخشت پیسه میتم. برو هر قدر مرغ که دلت میشه بخر و در فارم ایلا کن. مگم همه قبرت میگم که مرغایت خوب نگاه کنی. من میگم خدا کمت نکنه آقا. خیر ببینی که باز مرا وقت دادی. انشالله که امکرت خوب مرغداری میکنم. الو خدا کنه حالا را بگیرم نبیایه و یک را دیگیرم نکنه.
من چون که در کجای زیبکس مانده اینه شکر قوالی زمین ما پیدا کردم. حالا در کجا وردارمش؟ باش در اینی پشت سرتاق میمانمش. اوه شاپیره، تو در اتاق ما چی بلا میتلوی؟ با کدام روی آمدی؟ اتاق تیت و پرک بود خاله، از امو بود آمدم که جارو کنم. با تو چی که تیت و پرک است؟ باید من خودم جارو میکنم، ترا در خانه ما دخل غرض نیست. بیازم از دل خوش ندارم، برو در کار بار خود برست. خود دلت میگن نیکی را بدیست، ما یک کار از دلسوزی کردم. اوهو اوهو دلسوزی تا به خودت بکو، ما به دلسوزی کسی احتیاجات ندارم. خواه مخواه کدام گپ دیگه است که جارو را با نکده آمدی؟ هیچ گپ نیست خاله، اما تو در خیالت میایه. برو برو، ما پیچه و ناق سفید نکدیم. آنه از رنگ راخت معلوم میشه، امی که مرا دیدی ور خطا شدی و رنگت پک پرید، بگو که چی گپ است. چرا ور خطا باشم خاله؟ هیچ گپ نیست، شیطان در نظر تر گپ میاره. از تو که شیطان کلان دیگه نیست، باز تو سرمه قدلسوز میروا نیستی که روز دو قردیه اتاق ما جارو کنی. معلوم میشه که کدام کار دیگه داشتی جارو را با نکدی. تو هم چی گپای میزنی خاله؟ ما در اتاق تو چی کار داشتم میتانم که گپ میزنی؟ میگن مار گزیده از رسپان دراز میترسه، آل تو بر ما مار زیر آستین استی. چطور اما تو گپا دادانت میایی که مره میگی خاله؟ اگر راز بگویم مره از امو جارو کدن پشه ایمان ساختی. امی یکی خلاص که سر تو اعتبار ندارم، چرا که غلط استی. خیلی تو کس بعد از این عقله را میگم که اتاق تجارو کنه، ما دیگه دستم نمیزنم. خیلی تو کس بعد از این عقله را میگم که خانی تجارو کنه، ما دیگه دستم نمیزنم. خدایت سر جارو نکنه، امی حالا میترسم که کدام چیز از خانیم دوزی نکده باشی. در بگیره کل برکت سرم کالای چرک اومده، هر قدر که بشوی خلاصی نداره دیگه، نمیمانم که این رقم انبار شوه. قربان سر دروازه میشم، صدایت میشنو مستاد میشم، صدایت میشنو از دور و نزدیک، مثال غنچه گل تازه میشم. نام خدا نام خدا، بعد از چقدر وقت که تو را خوش میبینم. چی گپ است و بچه سمیولا؟ یارا بگو، امروز بسیار خوش هستم. اگر تو هم خبر شوی از خوشی بال میکشی. بگو هنه که بال بکشم و یک چرخ دور قریه را بگردم. فارم مقداریم از بین نمیره بوبو. راست میگی؟ چقدر خوب، راستی که حوال خوشی را برام آوردی سمیولا. همیشه خوش خبر باشی و برام هم بیاری. حتما بوبو، از این باد دیگه رنجم گل است، بیکار نمیمانم و سرم در کار فارم گرمی باشه. شکر گل بوبای خود، مگه موشت باشه که او تا پف پف کده بخوری که باز آقای تا سر طوله و ماشه نکنی که این دفعه کس دمش گرفته نمیتانه. بخم باش بوبو، آقای نگه در وازه فارم رو بسته نمیکنه. بی از این که ما بگویمش گفر کار تکو. راستی؟ چطور گفت کار تا پیش ببر؟ امو روز که پیسه را دادمش و فامید که در کار مرداری فایده است و تاوان نی، از خراب کردن فارم تیر شد. برو خوب شد، مگم تو خود چیز کم کل مرغای تا فروختی، حالا با کدام پیسه دیگه مرغ میخری؟ تو رای نزن بوبو، آقایم برم وعده کده که هر وقت مرغ خریدن میرفتم پیسه های ما پس برم میتن. الهی شکر که آقایت از کار خود شیش، من میگم خدا دائم اتفاق و خوشی برتان بده. زنده باشی بوبو، مام از بوده کار آقایم بسیار به تشویش بودم، میگفتم که اگر فارم از بین بره ما چی خواد کدم. خوب شد که یک ترس خوردی که بعد از این کارهای سر به خود نکنی و خود از زیر گپ آقایت نندازی. خاطرت جمع باشه بوبو، از این بعد هر کار و معامله که کنم چهار طرفش خوب میسنجم. دکتر صاحب اجازه است؟ بیا گلالای خوار،
خوب شد که آمدی. مرا صدا کردی دکتر صاحب، کدام کارم داشته؟ اینی ورقه بگو بر ناظر بته. مکتوب از دکتر صاحب ببره مدیریت ساعتامه ولسوالی؟ مکتوب است، این باید به زودی برسانه. دکتر صاحب چرا یک رقم پریشان و جگرخون معلوم میشی؟ خیریت خواست؟ نه گلاله، خیریت نیست، این مکتوب منفکی ناظر است، دیگه چاره برم نمان، باید که منفک شود. مکتوب منفکی ناظر؟ چرا؟ او بیچاره یک غریب آدم است، این کار خودت بسیار برش تاوان خود رسان. میفهمم، مگه نمیشه هیچ را نداره، اگر نه هیچ وقت این کار در حقش نمیکدم. چرا؟ البته ناظر کدام کار کده که بغیر از منفک کدنش دیگه چاره بر خودت نماند؟ هیچ پرسان نکو گلالای، اگر بجای ما تو هم میبودی همی کار میکدی. دکتر صاحب اول باید بفهمم که ناظر چی کده، باز خود معلوم شد که نظر ما در این باره چیز. فکرت خواه است که در این روزا در کلینیک هیچ وقدر مریض نداریم. دکتر صاحب برام هم سوال پیدا شده که چرا مریضا کم شدن؟ دلیلش ناظر است، مریضای بیچاره را از دان دروازه درون نمیماند تا مجبور شوند برای تسکین درد خود ازش دوای یونانی بگیرند. راست میگی دکتر صاحب، این ناظر چی ضرورت داره که رقم کار کنه و هم در پیش دروازه کلینیک؟ به خاطر پیسه دیگه چی ضرورت داشته باشه گلالای، چند نفر که پیش ما آمدن بسیار وضعشان از این کار ناظر خراب شده بود. ما خب باورم نمیشه، شاید که کدام تا در گوش خودت غلط رسانده باشه. نه گلالای، غلط فهمی نشده، اکبر با بسیار وضعیت خراب کلینیک آوردن، دیگه دندان جانداد بیچاره را کشیده که میکروب گرفتش. میشه که امی دو نفر خودشان از ناظر خواسته باشن که تداویشان کنه؟ نه او گپ نیست، کسی ناحق سر خود ظلم نمیکنه. باز ما امرای دیگه مریضام گپ زدم، کلشان یک گپ گفتن. این کار ناظر در حق مریضای بیچاره خو ظلم کلان است. خودت خوب کار کردی که منفکش کردی. نو زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. گلاله نمیدانست که چرا دکتر کلینیک عصبانی است و چرا ناظر را از وظیفه سبکدوش ساخته. دکتر اظهار نمود که ناظر به مراجعین ادویه خودسر داده و با زندگی آنان بازی کرده است، به همین دلیل او این جزا را به وی داده است. از سوی دیگر میشنویم که گلالای در مورد ناظر به ماجبین چه میگوید. عبدالقادر مادر، پایه که تا دراز کو که من لیف کنم، یک تک خاک پرو چرک شده. بعد از یافتا عبدالقادر دیدم، پایات میشوییه؟ اهلا بچیم، اول خاله گلالای تا سلام بده، باز بگو پایایم چرک شده میشوییمش. اهلا چطور خنده میکنه، دلکش از خوشی زوب میزنه. از خوشی نیست خالش، امیوشت کارا که قف پایشانه بوشی قط قطک میخورن و خنده میکنن. راست میگی، من کلانترم که شده بودم بازم در ششتن پایایم خنده میگرفت و از دست بابایم پایم خطا میدادم. اشتوکیام عجب دوران است، مثل ابر و باد تیر میشه و تنها یادش با آدم میمانه. والا بازم آفرین عبدالقادر که گریان نمیکنه و خندهش میگیره. میفهمه که ششتن دست پای برش خوب است و میکروباز جانش فرار میکنه، اما تو نیست عبدالقادر؟ عبدالقادر میفهمه که خالیش از چتلی و مرداری خوشش نمیایه، از او خاطر در دست ششتن و پای ششتن خود آرام میگیره. دیگه راستی باش که یادم نره، اینی ورقه بر ناظر بده. خو سعیز در اونجا سر اودان بانش، باز برش میتم.
نگفتی که این ورق از چی است؟ اگه بگویمت که ورق چی است، جگر خون خواد شدی، از امی خاطر پشتش نگرد. نه بگو گلاله خوار، اگه نگوییم پریشان میشم و گپت در دلم تار سوزن میشه. ناظر از کلینیک منفک کدن. این مکتوب منفکیش است که در مدیریت ساعت تامه ببره و چیزایی که در جمعش قید است از جمع خود خلاص کنه. وی راست میگی؟ ناظر چرا منفک شده؟ باز چی گله به او داده؟ هیچ پرسان نکو ماجبین، در چند وقت در کلینیک هیچ مریض نمی آمد. یا که می آمد بسیار کم. نگو که ناظر دمشانه می گرفت و در پیش کلینیک برشان دوای یونانی می فروخت. ما خو گفتم که از او بالا پوش سبیل که جیباشه پر از بطای خشک و دوای یونانی می کد کدام فساد می برایه. باز کاش که دمقه بسنده می کد. این دندانای مردم در دم را می کشید که علاشه جانداد بیچاره را او گرفته و بام وار پندیده. من میگم که خوبش کردین که کشیدینش. او اصلاح شدنی نیست. عقش است که بیکار و بیروزگار در کوچا بگرده و تپک بخوره. سمندر؟ او غافل، بابی خارکش واری که تپشتاری چوبت کجا روان هستی؟ استادشو که کار دارم. خانم میرم فتح خان، چوب سوخت ما خلاص شده بود، از یک رفیقم قرض گرفتم. دم راستی کار نداری چطور او غافل که کتمی چوب موبت استاد استی؟ اگه کارم نداری خو اما تو بی دم راستی سونو خانه میرم. اگه کار داری چوب از شانایم تا میکنم و گوش میکنم که چی میگی. آها کار دارم او غافل که استادت کدو. اگه نیخو میماندم که اکراز سونی خانه میرفتی. این مام خود سبک کدم، بگو که چی کار داشتی؟ گفتم اگه میشه سبا خود بیکار کنی و بیایی امو دستکای خانی ما که شکست کده بود جور کنی او غافل. چی؟ من نفهمیدم که پشت بام ببرد جور کنم یا ای که فارم بیران کده ذخیره خانم برد بسازم و فتح خان. دم حاضر از بیران کدن فارم تیر شدم او غافل. بان که باشه سمی اولادش روز خدا تیر کنه. او روز خود تو شق کده بودی که فارم بیران میکنم، امروز چطور که یک دفعه ای تصمیم به تغییر دادی؟ او غافل، او قایت فکر میکدم که فارم مرداری بغیر از تاوان فایده نداره. مگه مال فامیدم که تاوان خویش نداره، مگه فایدام داره؟ من میگم عجب تصمیم گرفتی فتح خان، هم خرما شده هم ثواب، هم فارم در جای خود میمانه و هم سبی ولاز دق نمیشه. خیلی نال ای را بگو او غافل که برای گلکاری پشت بام میایی یا نه؟ صد کرد خو میایم، امی که سرم صدا کدی صدایت خالی نمیمانم. مگم فکرت باشه که کار تا کدن بام آسان نیست، یک دوتا مزدورم لازم داره که کتیم کمک کنن. تو هیچ رای نزن سمنده، سبا در گل صبح سمیولای غافل بازار ولسوالی روان میکنم که یک دوتا کاریگر تکره گرفته بیه. خیاله که کل گپا حل شد، ما از پیشت میرم. تا سبا خدا حافظت. بخیر بری، پیش رویت خوبی. آقلا آقلا، بچم کده کجا هستی که ایت صدایت نمی برایه؟ آقلت را میگم، او نامت گل شوه، ده کدام گوره کنده استی که صدایت نمی برایه؟ چی میگی بیبی؟ این داشپزخانه هستم، کچولو پست میکنم. مرگ کچولو پست میکنم، صدا کده گلونم شیش، چرا جواب نمیتی؟ بیا اینجا که کارت دارم. خواه این امیدستی میایم، باش که دمابین کچولو یکم او پرتم کسیانشه. در بگیرد چقدر تاله طول دادی؟ روشو بیا که یک چیز از پیشت پرسان میکنم، باز برو هر کار که دایی بکو. چقدر پتگی داری بیبی؟ این آمدم، بگو چی رو پرسان میکنی؟ کلیای بکس ما گم کردیم، گفتم باش پرسانت کنم که تو ندیدی. عجب است، کسی بخشت کلیای تا نداد بیبی؟
نه کس نداده. اگه تو دیدی بده که در بکس کار دارم. وی راستی یادم آمد. دینه که خانه همسایه میرفتی کلیایت یادت رفته بود و در خانه مانده بودی. خی از خیرت که در امور برم بیار که در بکس ضروری کار دارم. عجب است کلیایت تو بال کس بخشت نداده بیبی؟ یک کرد برات گفتم که نه نداده. تو چرا برای قاضار میدی؟ روشو بده که اگر نیست سرت قار میشم. تو قار نشو بیبی. اگر راست بگویم من کلیایت به خاله شاپیرای داده بودم. مچم که چرا تا بال برات نداده؟ خام خواه یادش رفته. الله خانه من در پشتم کدی. امو وقتی که کلیای من پیدا کده بودی یک جایه که سعی میور داشتی. چرا در دست شاپیرای ظالم دادی؟ ما چی بفهمم بیبی؟ اما ساعت که ما پیداش کردم میخواستم بر تو بودم. خاله شاپیرای از پیشم گرفت. خیلی چرا داله برم نداده؟ خواهم خواهد زیر کاسه نیم کاسه ای است که خدا خب گرفته. یالا خیر پرده. خوف نال زاره که فکر شده بودم. او ماجبین تزبین خیرت خواه است. ما اینی را بگی باز خودت گناه و خطای تا میفهمی. صدقه گناه و خطای چوام ای کاغذ چیست ها؟ از ما پرسان نکو خودت بفهم که ای کاغذ چی است. که ما میگم صدقه کاغذ چوام حتمنی فکر میکنی که ما برای کدام زن خطی عاشقی نمشته کدیم ها؟ نه اوش کده باشی که سرم شک نکنی. کاش که خط عاشقی می بود قچرتم سرت خراب نمی شد. ای خو کاغذ روسیایی و اعمال بدت است. او صدقه روسیایی و سفیده چو مقصدت نفهمیدم. ما خو کدام کار خراب نکدیم که ای گپ می زنی. یک راست وظیفه میرم و پس خانه میام. چی گفته ای گپ می زنی ها؟ کاش که تو تا آدم می بودی دیگه چی غم می داشتم. این کاغذ منفکیت است. کاغذ منفکی؟ تو چی میگی ماجبین؟ من در وظیفه خود پای بند هستم. یک روزم که بگوی غیر حاضری نکده. باز کار خودم بسیار به خوبی پیش میبرم. چی گفتم را منفک کده نه؟ خامخا تو کتم شوخی میکنی ها؟ صدقه شوخی تام شبم ماجبین. یکی خو مریضا را در داخل کلینیک نمیموندی. دیگه ای که به مریضا دوای یونانی میدادی. از امی بوده تو را از کلینیک منفک کدن. حال فهمیدی؟ او صدقه فهمیدن چه و ماجبین. تو کتی مزاق میکنی. میخوای مرا آزار بیتی ها؟ چرا آزارت بتام؟ اون اگه باورت نمیایه برو سر یگان آدم باسواد بخوان. اخ که من میگم خوب شد که منفک شدم. از جنجال صبح رفتن و شب آمدن از کلینیک بیغم شدم. از ممشنوی کاغذ ده بخاری پرتو که بسوزه. عجب از من خود دلیل خوشی تو را نفهمیدم. بجای تو اگه دگه کس می بود جگرخون می شد. مگم از تو دلت زنبلبق می زنه. صدقی زنبلبق چه و ماجبین. آل دگه آزاد شدم. از بیگا تا پگا میتونم پیسه به دست بیارم.